سرخط خبرها. تأکید رئیس اجرایی به شرط نداشتن برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در نشست شورای وزیران یک بار دیگر اعلام کرد که برای شروع گفتگوهای بین الافغانی با طالبان شرط ندارد. ما یک بار دیگر اعلام میکنیم برای شروع مذاکره شرط نداریم، اما در جریان مذاکره طبعا با نمایندگی یک هیئت همه شمول. متهم شدن کمیسیون‌های انتخاباتی به نقض قوانین انتخابات. تیفا با نشر یافته‌های نظارتی‌اش از پروسه انتخابات می‌گوید که کارکرد هر دو کمیسیون انتخاباتی بعد از برگزاری انتخابات قناعت بخش نیست. 17 مورد نقض قانون انتخابات داشتیم، یک مورد نقض قانون اساسی افغانستان داشتیم و 24 مورد نقض لایحه ها و طرز العمل ها رو داشتیم که من و نگرانی سیگر از افزایش حملات گروه طالبان در کشور. بر اساس گزارش سیگر یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا، گروه طالبان در 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی بیش از 8000 حمله را در افغانستان انجام دادند. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر، به بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی یک بار دیگر در نشست شورای وزیران اعلام کرد که برای شروع گفتگوهای بین الافغانی شرط ندارد. رئیس اجرایی در این نشست تاکید کرد که شرط گذاشتن برای شروع مذاکرات صلح تعلل و عدم تعهد را به خواست مردم افغانستان که به گفته او رسیدن به صلح با عزت است نشان می دهد. از سوی هم آقای عبدالله از کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات خواست که به شکایات استنافی مطابق با قانون رسیدگی نمایند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه یک بار دیگر اعلام کرد که برای شروع مذاکره با گروه طالبان شرطی ندارد و هر گونه پیش شرطی در این مورد تعلل و عدم تعهد برای رسیدن به خواست مردم افغانستان را نشان می دهد. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران گفت هر قدم مؤثری که برای کاهش خشونت به شکل محسوس پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی برداشته شود را یک قدم مثبت می داند. او تأکید کرد که کاهش خشونت پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید کاهش تلفات غیر نظامیان و رنج مردم افغانستان را در پی داشته باشد. با این حال آقای عبدالله افزود که در دیدار با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به تفصیل در مورد شروط پیش از آغاز مذاکره صحبت کرده است. صحبت های مفصل با آقای خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا داشتیم و در مورد ای که شرط گذاشتن برای شروع مذاکره ما یک بار دیگه اعلان میکنیم برای شروع مذاکره شرط نداریم، اما در جریان مذاکره طبعا با نمایندگی یک هیئت همه شمول که نمایندگی از خواستهای اکثریت مردم افغانستان میکنه او شرط و شرایط و بحثهای خود میداشته باشه. رئیس اجرائیه همچنان گفت که شرط نداشتن برای آغاز مذاکره به معنای این نیست که در جریان گفتگوها بحث‌های صورت نمی‌گیرد و خواسته‌های مردم در آن مطرح نمی‌شود. آقای عبدالله این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که ریاست جمهوری آتش بس را به عنوان پیش‌شرط حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی با طالبان مطرح کرده است. رئیس اجرائیه در این نشست بر تامین شفافیت در رسیدگی به شکایت انتخاباتی تاکید کرده و از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی خواست که کارهایشان را مطابق به قانون و طرز العمل‌های تعیین شده انجام دهند. کمیسیون شکایت انتخاباتی کار خود ادامه داده و امیدوار هستیم که در مطابقت با قانون و طرز العمل‌ها با شفافیت به مسائل برخورد بکنه.
از سوی هم آقای عبدالله در نشست شورای وزیران با اشاره به فریاد عدالت‌خواهی باشندگان ولایت غور، اعتراضات باشندگان این ولایت را مشروع دانست و ابراز امیدواری کرد آنچه را که مسئولان حکومتی به باشندگان ولایت غور وعده داده است عمل نمایند. اعتراضات مردم غور که بر حق بود، مشروع بود، قانونی بود، ما با نماینده‌هاشان در تماس بودم. خوب شد که هیئت رفت از طرف دولت و به خواستهایشان رسیدگی کرد و امیدوار هستیم که عملی هم شود. این در حال است که باشندگان ولایت غور پس از اعزام هیئت برای رسیدگی به خواست معترضان در غور، باشندگان این ولایت به اعتراضات 12 روزه‌شان پایان داده و دروازه‌های ادارات دولتی را در این ولایت نیز باز کردند. شامل شدن ساخت شاهراه غور کابل و تامین انرژی برق این ولایت از خواستهای اصلی باشندگان ولایت غور است. در همین حال عبدالله در حکم از وزارت خارجه خواسته است که از اجراءات شتاب زده زیر نام اصلاحات خودداری کند. عبدالله رئیس اجرایی در حکم از وزارت خارجه خواسته است که در آستانه اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از هر گونه اجراءات شتاب زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی های سیاسی این وزارت در خارج از کشور خودداری کند. در این حکم ریاست اجرایی آمده است که با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ پرستیج و منافع ملی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت امور خارجه هدایت داده می شود که در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات از هر گونه اجراءات شتاب زده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی های سیاسی آن وزارت در خارج از کشور جدا اجتناب ورزد. بر اساس این حکم ریاست عمومی و دفتر و دبیرخانه شورای وزیران ریاست اجرایی موظفند تا از تطبیق این حکم نظارت کند. مسئولان در بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگویند که کمیسیون‌های انتخابات با نقص قوانین و بازی با ارقام انتخابات ریاست جمهوری را به بن‌بست کشانیدند. مسئولان تیفا در نشست خبری در کابل یافته‌های نظارتی 4 ماهه‌شان را از پروسه انتخابات ریاست جمهوری با رسانه‌ها شریک ساخته میگویند که کارکرد هر دو کمیسیون انتخاباتی بعد از برگزاری انتخابات قناعت بخش نیست. این نهاد ناظر بر انتخابات گفت که مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی با نقض قوانین و بازی با ارقام انتخابات ریاست جمهوری را به بن‌بست کشانیدند. با این حال مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان کمیسیون انتخابات را به تصمیم گیری های یک جانبه متهم نموده می‌افزایند که مداخلات تیم های انتخاباتی سبب تصمیم گیری های یک جانبه کمیسیون انتخابات شده است. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بررسی هایش در مورد کارکرد کمیسیون های انتخاباتی در 4 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با رسانه ها شریک ساخت. بررسی های این کمیسیون نشان می دهد که کمیسیون های انتخابات و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در 4 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به جای حل چالش های این پروسه با مشکلات افزوده است. بر اساس بررسی های تیفا 77% از نقض قوانین، لوایح و طرز العمل ها در پروسه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات صورت گرفته است. در این بررسی آمده است که در 4 ماه پس از انتخابات کمیسیون انتخابات 17 مورد از قانون انتخابات، 24 طرز العمل و لوایح، 1 ماده قانون اساسی و 7 بار نیز تقویم انتخابات را نقض کرده است. ما فقط در 4 ماه گذشته نه روز انتخابات نه پیش از انتخابات فقط 17 مورد نقض قانون انتخابات داشتیم. 1 مورد نقض قانون اساسی افغانستان داشتیم و 24 مورد نقض لایحه ها و طرز العمل ها رو داشتیم که من فکر میکنم که کاملا ما را از قانونی شدن پروسه به حاشیه رانده و این میتونه خیلی وضعیت شکننده کنه، خیلی سرنوشت انتخابات را به بحران ببره و
پذیرش نتیجه انتخابات با چالش و مشکل مواجه می سازد. بررسی های تیفا همچنان نشان می دهد که کمیسیون انتخابات 2423 محل رایدهی نامشخص را در لیست مراکز رایدهی گنجانده و بر اساس آن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده است. بیشتر از 40 محل رایدهی آرای استعمال شده که بیشتر از لیست رایدهندگان هست. 2423 محل رایدهی را واقعا در این جمع‌بندی خود نتانستیم پیدا کنیم که بالاخره کمیسیون انتخابات این 2423 محل رایدهی را از کجا آورده؟ از یک طرف مشکل اساسی در دردو کمیسیون است که بر ما قناعت بخش نبود، از طرف دیگه حکومت هم از اینکه کمک کنه به مسئله متاسفانه مصروف زدبندهای سیاسی خود هستند، برن بیشتر مقرری کنن و رقابت های سیاسی را در داخل نظام شروع کردن متاسفانه در این روزا. در این حال تفاوت میان لیست رای دهندگان و رای های استفاده شده در 40 محل رای دهی، استخدام کارمندان به گونه غیر قانونی، معرفی نشدن متخلفان انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی و مشخص نشدن صحت و سقم جعل کاری در اسناد کمیشنران کمیسیون انتخابات از دیگر موارد است که به گفته مسئولان تیفا پروسه انتخابات را از قانونی شدن به حاشیه رانده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با انتقاد شدید از کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان بر پاسخ‌دهی در مورد 300 هزار رأی بدون بایومتریک تأکید می‌ورزد و می‌گوید که مداخلات غیر مستقیم تیم‌های انتخاباتی سبب تصمیم‌گیری‌های یک جانبه از سوی کمیسیون انتخابات شده است. معرفی کارمندان متخطی، متخلف و متقلب هم یکی از بحث‌های بسیار مهمی هست که در قانون انتخابات به وضاحت به او تاکید شده و در 4 ماه گذشته کمیسیون مستقل انتخابات وقت کافی برازی داشت که کارمندان که تخلف کردن، تخطی کردن و تقلب کردن و در جرایم انتخاباتی دست داشتن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنن و یا حداقل از کارشان منفک کنن. مداخلات غیر مستقیم تکتا انتخاباتی در پروسه و در تصمیم گیری ها بوده که امروز کمیسیون ها را به این وضعیت رسانده که کار کردش برای ما بینون یک نهاد ناظر معتبر قناعت بخش نباشه و ما حتی میخواییم بگویم که اینا احساس اگر یک قسم ادامه بتن به طرف ناکامی میرن و در ختم پروسه برای ما اینا کمیسیون های ناکام هستن. اعضای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌افزایند که جامعه جهانی نیز در این مدت برای تأمین شفافیت در نتایج انتخابات افغانستان اقدامی نکرده، در حالی که حکومت می‌خواهد پروسه را تحت تأثیر قرار داده و کمیسیون‌های انتخاباتی را به ناکامی و تصامیم یک جانبه سوق دهد. سیگر یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که گروه طالبان در 3 ماه اخیر سال گذشته میلادی بیش از 8000 حمله را در افغانستان انجام داده است. بر اساس گزارش سیگر این آمار افزایش 17% حملات گروه طالبان را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. در این گزارش همچنان آمده است که این حملات پس از توقف گفت گوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان افزایش یافته است. در این حال شمار شهروندان کشور با تاکید بر جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از نهادهای امنیتی میخواهند که در انجام عملات از دقت بیشتر کار بگیرند. اما وزارت دفاع ملی افزایش حملات طالبان در این مدت را نادرست عنوان کرد. سیگر یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارشش گفته است که طالبان در 3 ماه اخیر سال 2019 میلادی 8024 حمله را در سراسر افغانستان انجام داده است. سیگر در این گزارش گفته است که این حملات افزایش 17% در مقایسه به زمان مشابه در سال 2018 میلادی را نشان می دهد. بر اساس این گزارش گروه طالبان در 3 ماه چهارم 2018 6974 حمله انجام داده، در حالی که در سال 2019 8024 حمله انجام دادند. در این حال شماری از شهروندان کشور طی نشست با اشاره بر افزایش تلفات غیر نظامیان میگویند که نیروهای امنیتی در حملاتشان باید از دقت بیشتر کار گیرند. به خاطر از اینکه تمامیت ارضی واحد شود، به خاطر از اینکه در آسایش رفاه باشیم، نیروهای افغان شبانه روزی هرگز خواب نمیشن، اونا به خاطر ما شما وظیفه انجام میدن.
اما اینکه تلفات ملکی بالا رفته، بله، من این را میپذیرم، رد نمیکنم. در گزارش سیگر آمده که حملات گروه طالبان پس از توقف گفتگوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان از سوی رئیس جمهور ترامپ افزایش یافته است. در این گزارش اضافه شده که بیشتر این حملات در شمال و شرق افغانستان انجام شده است. شهروندان کشور نیز ضمن ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت میگویند که نیروها قربانی های زیادی در سنگرهای جنگ متحمل می شوند. نیروهای دفاعی امنیتی ما مطابق ماده 5 قانون اساسی افغانستان و مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان مکلف هستند که از مردم افغانستان، از تمامیت ارضی، از نوامیس ملی جانانه دفاع بکنند. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش های در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی به نشر رسیده بود. تلفاتی که یکی از عمده‌ترین دلایل آن نیز عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی و مدیریت نامناسب در این نهادها گفته شده است. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از گروه طالبان می‌خواهد تا شواهد واضحی را نشان دهند که می‌توانند خشونت‌ها را قبل از امضای توافقنامه صلح با آمریکا در افغانستان کاهش دهند. وزیر خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی در ازبکستان گفته که توافق صلح نزدیک است، اما افزوده که در گذشته هم به امضای یک توافق با گروه طالبان نزدیک شده بودند که ناکام شد. آقای پمپئو دلیل این ناکامی را در توافق صلح ناتوانی طالبان در نشان دادن جدیتشان برای کاهش خشونت ها دانسته است. آقای پمپئو تاکید کرده که خواست فعلی ایالات متحده نیز نشان دادن نیت و اراده گروه طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان است. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارزها و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی. در خارج از کشور، دولت بریتانیا قرار است سیاست‌های تازه‌ای را در روند برخورد با افراد محکوم بر جرایم توریستی اتخاذ کند. اعلام این تغییرات به دنبال حمله یک فرد با چاقو و مردم و مجروح کردن 3 تن در جنوب لندن انجام می شود. این حمله روز یک شنبه 2 فوریه روی داد و با کشته شدن فرد مهاجم که اکنون اعلام شده فرد به نام سودش آمان بود و ضربه گلوله پلیس انجامیده است. با شناسایی این فرد که 20 سال داشت مشخص شد که وی ماه گذشته میلادی از زندان آزاد شده و تحت نظر پلیس بوده است. اکنون بوریس جانسون نخست وزیر میگوید که تغییرات بنیادین در شیوه برخورد با این گونه متهمان در راه است.
ساکنان ایالات آیوا در غرب میانه آمریکا دوشنبه در نخستین مرحله از رقابت‌های درون حزبی ایالاتی برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزب‌های دموکرات و جمهوری خواه شرکت می‌کنند، در حالی که به نظر نمی‌رسد مانعی سر راه دونالد ترامپ برای شرکت در انتخابات پیشرو به عنوان نامزد جمهوری خواه وجود داشته باشد. دموکرات‌ها باید از بین 11 داوطلب نامزد حزبشان را انتخاب کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که سناتور برنی سندرز 78 ساله از بیشترین حمایت برخوردار است و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در دوره باراک اوباما نیز با او در رقابت تنگاتنگ است. و در پی حمله نیروهای دولتی سوریه علیه سربازان ترکیه در ادلیب به این حملات پاسخ داده است و همزمان رجب طیب اردوغان از مسکو خواست که در حملات تلافی جویانه ترکیه مداخله نکند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ارتش سوریه موازی سربازان این کشور را در ولایت ادلیب سوریه با توپخانه هدف قرار داده که بر اثر آن دست کم 4 تن از نظام میان ترکیه کشته شدند. شمار زخمی های این حمله نیز بین 9 تا 20 تن اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، درگیری ها ساعت پس از ورود یک کاروان بزرگ نظامی ترکیه به ادلیب آغاز شد. بیننده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتان خوب. خدا نگهدار.